سینمای اعتراض، هنر پژواک نبرد انسانها در طول تاریخ علیه ظلم و جور و استبداد، علیه انواع دیکتاتوری، فاشیسم، بردگی، وابستگی، بهره‌کشی و تبعیض و نابرابری بر روی پرده سینماست. پژواک نبرد بی پایان انسان برای رسیدن به آزادی. نگاهی هرچند گذرا به سینمای اعتراض، ما را با حقیقت رخدادهایی که دستمایه چنین آثاری بودند آشنا کرده و گذشته را پندآموز و روشنایی بخش آینده می کند. در برنامه امروز سینمای اعتراض نگاهی می کنیم به فیلم قیام ساخته جون آونت، کارگردان معروف آمریکایی که کارهای سینمایی، تلویزیونی و مستند و جوایز بسیاری را در کارنامه خود دارد. آونت فیلم قیام را بر اساس خیزش محله فقیرنشین ورشو در سال 1943 علیه نیروهای اشغالگر هیتلر ساخته. هنگامی که قوای هیتلر در 1939 لهستان را اشغال کرد، حدود نیم میلیون یهودیان لهستان را گردآوری و به یک محله فقیرنشین قدیمی در ورشو منتقل کردند. هدف این بود که این محله مکانی برای انتقال اسیران به اردوگاه مرگ تربلینکا باشد. اما به زودی گروهی از جوانان ساکن محله به هدف نهایی فاشیسم هیتلری واقف می شوند. این گروه از جوانان محله علی‌رغم هشدار برخی دیگر درباره اقدامات تلافی جویانه فاشیست ها و مخالفت با هر گونه مقاومتی، تصمیم میگیرند در مقابل نیروهای هیتلر دست به مقاومت و شورش به هر قیمت بزنند. دیری نگذشت که تاریخ درباره نظر و عمل این دو گروه به روشنی داوری کرد. پروفسور رینگلبلومز فرند واز ان اینترستینگ هیستوری. An interest in protecting our people. And you think that by writing up flyers and having underground meetings and preparing resistance against the Germans will accomplish this? It's not all I propose, sir. We must strike back in any way we can. And you are not worried about the German doctrine of collective responsibility? Because what you are proposing is spitting right in their eye, and they will retaliate against innocent Jews even harder than they did in the last hostage crisis. They suffer anyway. Every day they die of disease and starvation and worse. And you sit at the table, sir? You negotiate with these Germans as if they're reasonable? کارگردان در فیلم قیام دو سوی این رویارویی را در شخصیت‌های واقعی و تاریخی نمادینه کرده. در یک طرف ژنرال یورگن استروپ، فرمانده نظامی هیتلر در ورشو قرار دارد که نقش وی را بازیگر پرقدرت سینما جون وایت به عهده گرفته، و در سوی دیگر دو جوان به نام‌های مردخای و ایساک که یک سازمان رزمی را در محله رهبری می‌کنند. سوال اصلی که از ابتدا در برابر این گروه قرار می‌گیرد این است: چگونه می‌توان در یک جامعه فاسد و تبهکار پاک و منزه باقی ماند و به ورطه فساد سقوط نکرد؟ آنها پاسخ را در این پیدا می‌کنند: تنها با مقاومت و نبرد بی امان با فساد و تبهکاری و نفی کامل آن چنین هدفی محقق می شود. Prepare a plan of battle, and most importantly, to let all of those who remain in the ghetto know that we can and we will fight our enemy now. رزمندگان محله تحت فرماندهی مردخای اقدام به گردآوری سلاح و درست کردن انواع اسلحه دستساز کرده و خود را آماده رویارویی با قوای هیتلر می کنند. در 19 آوریل 1943 ژنرال استروپ تصمیم می‌گیرد با اعزام نیروهای خود به محله فقیرنشین ورشو آنجا را تسخیر
و فرستادن ساکنان به اردوگاه مرگ را تسریع کند. اما در مقابل آنچه رزمندگان محله برایش آماده کردند، غافلگیر می شود. Dozens of our men were killed. More wounded at the brushmakers. رزمندگان محله فقیرنشین یک ماه در مقابل نیروهای اشغالگر نازی مقاومت می کنند و آنها را در تسخیر محله ناکام می گذارند. تا اینکه نهایتاً در 16 مه 1943 نیروهای هیتلر با گلوله باران سنگین و ویران کردن کامل محله امکان ورود به آنجا را پیدا می کنند. Serious. Go. Get down to the basement now. Go. Bring everybody in from the roof. Get Kal-El in. Syria, Zechariah, pull back. Bring everybody in. Out. Pull back.
passes. Maybe there's a way to the sewers through the cylinder. That way? Yeah. All right, Tosha, go with Maya. See if it's possible. Yes. All right. Spread out and try to outflank them. Find Zachariah, spread out and create a diversion. Hurry up, Julia. Found an entrance to the sewer canals. Not yet. Hurry. We are. Sarah, go through right now. We'll go get Mordecai. This way. If you sense gas, cover your faces with a wet cloth and stay low. Cover your face and stay low to the ground. Mordecai! Come on, Mia! Save the last bullets for yourself! Everyone, follow me this way! Now, I found the way out! Let's give them a greeting they'll remember! They've escaped. It seems to be so. I'm gonna have you communicate to Reichsführer Himmler that Warsaw will be free of Jews tomorrow. My engineers have prepared dynamiting the Jewish synagogue. Further, I've informed Himmler that the remainder of our work here will be carried out by the local police under my control. Now, you may even receive a commendation for your efforts. But between you and me, you let the bandits get away. این بزرگترین شورش یهودیان علیه قوای فاشیسم هیتلری در سالهای جنگ جهانی دوم بود که به قیام ورشو معروف گردید. قیامی که الهام بخش شورش‌های بعدی در شهر و جنگل علیه اشغالگران شد. دو سال بعد در 1945 پس از اینکه فاشیسم هیتلری در جنگ شکست خورد و سقوط کرد، ژنرال یورگن استروپ به جرم جنایت جنگی در همان مکان که سابقاً محله فقیرنشین قرار داشت، حلق‌آویز شد.